یک قصر و هزار دریچه. دوستای خوب سلام، برنامه یک قصر و هزار دریچه را میشنوین. شما در باره سازمان ملل متحد چقدر معلومات دارین؟ میفهمین که چی وقت جور شده؟ لالو ماما در این برنامه بر مهماناش در همی باره معلومات میته. یادتان باشه که لالو ماما در باره ترموز چای هم یک دریچه آواز میکنه و ای را خود فهمیدیم که ترموز چای چطور چیزای سرد سرد و گرم را گرم نگاه میکنه. در آخر برنامه هم دریچه شنوندار را میشنویم. اسیب کلای تب تکان کنوز و مرد پر است. ظریف تکان دام خو کم کم مانده، خانه که رفتم باز کلای دیگه ما میپوشم. او نه شکر لالو ماما پیش دروازه قصر است، بیا که پیشش بریم. برو که بریم. سلام لالو ماما. و علیکم السلام، خوش آمدین میمان های گلم، چشم و چراغ دلم. زنده باشی لالو مامای میروان که همیشه هستی خندان. از برکت شما دوستان. آسیب جان، ای کالا چرا ای تو آرد پر و گرد پر شده؟ از آسیا خونه آمدی؟ نه لالو ماما، از طرف سازمان ملل متحد با مردم قریه آرد کمک شده بود. که رفیقم کمک کردم که بجیر سر از بالا کنه، دمو کالای ما آرد پر شد. لالو ماما یک سوال پرسان کنم. آه چرا نه؟ لالو ماما، امین نام سازمان ملل متحد خو زیاد شنیدیم، مگم در باره شقه معلومات ندارم که چه قسم سازمان است و مربوط کدام کشور میشه؟ از شما چی پد؟ خیلی که گپ سوال و پرسان شد، بیاین که داخل دالس های قصر بریم که اینجا هوا کم سرد است. صحیح است، بریم لالو ماما. اینه داخل دالس قصر خواه آمدیم لالو ماما. آره دیگه بگو که سازمان ملل متحد مربوط کدام کشور میشه؟ از شما چی بود؟ خی باشین که اول از همی موبایلیم صدا و گپای چند جوانهایی را بشنویم که اونا در ای باره چی نظر دارن. اینه تو باش تو که موبایلیم چی شد؟ اینه گوش کنیم. آیشه، سازمان ملل متحد یک سازمان است که کمک میکنه در جایی که زلزله شده باشد، طوفان سیلی آمده باشد کمک میکنه. آرش است مزقره با قریه تور خیلی نام سازمان ملل شنیده ما اونه میفهم چی است. نام من اینات الله است، ولایت کابل و رسال سروبی قریه نوابات است. سازمان ملل از تمام کشورها یک شورا است، جمع شده با می کشورهای غریب و بیوس کمک میکنه. لالو ماما، به نظرم که دوستای ما مثل ما معلومات زیاد نداشته. خیلی بگی لالو ماما، درباره همین سازمان ملل متحد بر ما یک دریچه باز کو که صحیح بفهمیم. نه نه، دریچه باز نمیکنم. خوب میشه که شما را پیش بابا حکیم در کتابخانه قصر ببرم. هر سوالی که دارین ازش پرسان کنین که خوب بفهمین. آه اینه، نزدیک کتابخانه هم هسته. باش رو کمی دروازه کتابخانه را تک تک کنم. میروانی دروازه باز است. سلام علیکم بابا حکیم. وعلیکم السلام، خوش آمدین. خوش باشی بابا حکیم. بابا حکیم، این میمان ها آمدن که از خودت یک موضوع را پرسان کنن. خیلی باشین که من این کتاب جادویی را بگیرم. اینه اینجا ماندگیز در بین طاق الماری. اینه آلکت این کلیش وازش میکنم و هر سوال که شما داشته باشین جوابش در این کتاب است. واو واو بی بی چی خوب کتاب مقبول است. سکونه خودش واز میشه. آه اینه کتاب که واز شد. حالا دیگه بگوین که چی سوال دارین. سوال ما ای است که سازمان ملل متحد مربوط کدام کشور است و چی وقت جور شده؟ بسیار خوب وسیب جان، صبر کو. حالا کتاب جادویی بر جوابش میگه. اوهو چطور تیز تیز ورقای کتاب سر به خود تیر میشه. سازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بین المللی بین کشورهای جهان است. این سازمان بعد از جنگ دوم جهانی یعنی 77 سال پیش در آخر سال 1945 میلادی که مصادف است با سال 1324 هجری شمسی به کار شروع کرد. دفتر مرکزی این سازمان در شهر نیویورک کشور ایالات متحده آمریکا موقعیت دارد.
چقدر کتاب جالبه است، خودش گپ میزنه. کتاب جادویی؟ ایره بگو که سازمان ملل متحد چی کارا را پیش میبره؟ به اساس منشور سازمان ملل متحد، هدف از ایجاد سازمان ملل متحد در قدم اول حفظ صلح و امنیت جهانی است. همچنان این سازمان از رعایت حقوق بشر مثل حق زندگی، حق کار، حق تعلیم، حق آزادی بیان در جهان باید نظارت کند. از دیگه وظایف این سازمان ای است که به کشورهای فقیر کمک‌های بشر دوستانه را برساند. این سازمان کوشش می‌کند که بین کشورها روابط خوب و دوستانه برقرار شود و ارتباطشان بیشتر شود. همچنان باید بین کشورها زمینه همکاری و هماهنگی را مهیا بسازد. این منشور چیست بابا حکیم؟ منشور یعنی اساسنامه یا همون سنده که سازمان ملل متحد به اساس امو ایجاد شده و کشورهای دنیا هم او را قبول کردن. تو بان ظریفه که من از کتاب جادوی ایدگام سوال دارم. خب پرسان که اسیف. کتاب جادویی ای را بگو که در سازمان ملل متحد چند کشور شامل است و پیسه و مصارف ای سازمان حکیم ایتا؟ در اول که سازمان ملل متحد ایجاد شد 51 کشور عضو آن بودند، اما حالا 193 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. بودجه و مصارف سازمان ملل متحد از طرف کشورهای عضو آن پرداخته می شود. افغانستان چی وقت عضو سازمان ملل متحد شد؟ افغانستان فقط یک سال پس از ایجاد سازمان ملل متحد عضویت آن را گرفت. وی کتاب خوب بسته شد. آه اگه کدام سوال دیگام دارین که پس کتاب واس کنم. نه بابا حکیم خیر ببینی، اما قبس است که دیاد ما بانه، باز اگه سوال داشتیم دیگر روز پیشت می آیم. خیلی که دیگر سوال ندارین از پیش بابا حکیم رخصت می شیم. خیر ببینی بابا حکیم. با خیر باشین. با من خدا. پناهتون به خدا. بسیار معلومات خوب بود. ما خیر فهمیدم که سازمان ملل متحد 77 سال پیش از امروز ایجاد شده و در حال حاضر 193 کشور عضوش هستند. آه عصیب، افغانستان یک سال بعد از ایجاد سازمان ملل متحد عضوش شده. ایران فهمیدم که وظیفه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت جهانی است و ای که باید حقوق بشر مراعات شد و به کشورهای نیازمند کمک‌های بشر دوستانه را برساند. من میگم آفرینتان که کل گپا را یاد گرفتین. بیاین خیلی که این حال برتان، اما تو یک چای مزدار بتم. چای؟ چی رقم لالو ماما؟ اینجا خونه دیگدان است و نه چای بر. از شما چی پود؟ دالیز کمی از بیرون کده تاریک است. سرینی میز ترموز و پیاله ها ماندگیست. تو مره یک پیاله با ما بده که خوب مندام شده. چی خوب مزه بده. اینه حسیب جان، اینی پیاله تو و اینی هم پیاله ظریفه جان. اوف چطور داغ است لالو ماما، ای چای چی وقت دم کده بودی که تو داغ است؟ از شما چی پود، ای چای صبح دم شده. لالو ماما یک گب ده دلم گشت، ای چای چطور در ترموز تو داغ میمانه و در چای بر زود سرد میشه؟ لالو ماما عصیب راست میگه، خی بگی دمی باره بر ما یک دریچه واز کو. چرا نه؟ اینه یام دریچه. شفیق امو برنامه را که خوش داری باز در تلویزیون مانده. آه آبده تو ریموت بده که کم سزایش بلند کنم. اینه من ریموت بگی. آیا می دانید که ترموز چرا مایعات گرم را گرم و مایعات سرد را برای چندین ساعت سرد نگه می دارد؟ تمام راز این کار در شیشه ترموز نهفته است. به این معنا که شیشه ترموز در واقع دارای دو لایه است که در بین این دو شیشه هیچ هوا وجود ندارد و هوای میان دو شیشه توسط ماشین مخصوص از قسمت زیر شیشه ترموز که یک شکل زخمانند دارد کشیده می شود. اگه در بین دو لایه شیشه ترموز هوا باشه باز چی میشه؟ صبر کن، اینال نتاق خودش میگه. حرارت میتواند به وسیله هوا انتقال کند، یعنی هوا وسیله انتقال حرارت است. وقتی هوای بین دو شیشه ترموز کشیده میشود، وسیله برای انتقال حرارت از درون ترموز به بیرون باقی نمیماند. پس گرمی یا سردی داخل ترموز به حال خود باقی مانده و به بیرون انتقال نمیکند. این خوب بسیار جالب است. من تا باله ایگه پا نمی فهمیدم.
اما اینکه چرا بعد از چند ساعت چای در داخل ترموز سرد می شود، دلیلش آن است که سرپوش ترموز با شیشه ترموز تماس پیدا می کند و از طریق سرپوش ترموز حرارت مایعات داخل ترموز به بیرون انتقال می کند. خو آل فامیدام که چرا او ترموز سیاه ما زود اوش یخ می شد؟ به خاطر که اموزخه که شیشه شکسته بود. در ترموزهایی که به جای شیشه از نکل استفاده شده است، هوای بین دو لایه نکلی توسط ماشین کشیده شده است و بین دو لایه نکلی خلا به وجود آمده است که مانع انتقال حرارت می شود. بسیار جالب بود لالو ماما. حالا فهمیدم که شیشه ترموز یک شیشه عادی نیست. از دو شیشه ساخته شده که هوای بینشان کشیده شده و به می خاطر چای داغ نگاه میکنه. لالو ماما، امروز خو زیاد گپ را یاد گرفتیم. خو بگی یک دریچه دیگه بر ما واس کو که باز از پیشت خوش و خندان بریم بخیر. چرا نه؟ اینه برتان دریچه شنوندار آواز میکنم که یک جوان یک خاطره جالب شه بر ما و شما قصه کده. بشنوین. نام منور خان، ولد آدم خان، ولسوالی قرباغ، ولد کابل، باشنده قریه درگاه. یک خاطره بسیار جالب آمستم، تلخ آمد. ایجا یک روز در دکان شده بودم، یک نفر آمد یک 2000 سودا گرفت. بعد از سودا بسیار خوش شدم که زیاد کار کردم. بعد دیگر که شد پدرم آمد گفت بیا پیسه را شمار کن. پیسه را که شمار میکردیم 1000 بدل برآمد پدرم شناخت. بعد از او باز پدرم قهر شد که چرا نمیفهمید پیسه را نمیشناسی. یک خاطره بعدم شد خوبم شد. بعد به خاطر رازی شد که تاوان کردم، خوب به خاطر رازی شد که فکر ما بگیرم پیسه را اول میبینم با سودا میتون مردم. بسیار خاطره جالب بود، زیاد توانی شده بود. امروز بسیار گپای جالب یاد گرفتیم. خیر ببینی لالو ماما، ما خواه معلومات را که درباره سازمان ملل متحد بود یاد گرفتم با کل رفیقای میگم. مام دوباره ای که ترموز چطور مایات داغ داغ نگاه میکنه و یخ یخ به خورخندای میگم. کار بسیار خوب میکنین. خود درباره امی خاطره هم که شنیدین برشان بگوین که در وقت پیسه گرفتن و پیسه دادن هم متوجه باشن و حساب کنن. حتما میگیم لالو ماما. خی اگه اجازت باشه ما دیگه میریم که نوخت میشه لالو ماما. که میرین دمیرایتان خوبی. بامان خدا. پناهتان به خدا. شنوندای عزیز، برنامه را که شنیدین عبدالصبور جانباز در مؤسسه تعلیمی افغانستان براتان نوشته و جور کرده بود. جهان